سرنوشت دختری که عمر عوضه 11 امنیتی کابل را متهم به آزار و اذیت جنسی کرده بود معلوم شد. همچنان خبر عاجل در مورد تیرباران دو زن عضو ارتش دولت سابق افغانستان، دو نیروی جبهه مقاومت ملی و 4 عضو طالبان در بغلان کشته شد. تیرباران سومین پسر یک پدر در بغلان از سوی جنگجویان گروه طالبان. ازدحام در بانک ها، مردم سیستم خودپرداز در سطح شهر فعال شود. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. اندپندنت فارسی: طالبان از نشر هر گونه اخبار مربوط به فعالیت جبهه مقاومت ملی و از سایر جریان‌های مبارز در داخل افغانستان جلوگیری می‌کنند. صبح شنبه 22 آبان در اثر درگیری میان مبارزان جبهه مقاومت ملی و نیروهای طالبان در روستای خوشدره در شهرستان خوستوفرنگ در شمال افغانستان به هر دو طرف تلفات وارد شده است. منابع محلی به اندپندنت فارسی گفتند که در نتیجه این درگیری که 3 ساعت به طول انجامید، 2 عضو جبهه مقاومت ملی و 4 عضو طالبان کشته شدند. عزیزالله سنگین، دانش آموخته‌ای که به تازگی از هند به افغانستان برگشته بود، و امان‌الله حکیمی، پسر عموی او، دو تن از مبارزان جبهه مقاومت ملی بودند که پس از هجوم طالبان به محل اقامتشان در روستای خوشدره به نیروهای درگیر با آنان پیوستند. شریف الله سنگین، برادر عزیز الله سنگین، به اندپندنت فارسی گفت درگیری زمان شروع شد که گروهی از جنگجویان به خانه آنان در روستای خوشدره هجوم بردند و خانه تسلیم شدن عزیز الله و امان الله شدند. به گفته شریف الله در اثر 3 ساعت نبرد میان گروهی از جنگجویان طالبان و 2 تن از مبارزان جبهه مقاومت ملی، 4 طالب و 2 مبارز مذکور کشته شدند و 3 تن از اعضای خانوادهشان نیز مجروح شدند. شریف الله سنگین می افزاید روستاهای خوشدره و چرخ فلک در شهرستان خوستوفرنگ در استان بغلان در تصرف نیروهای جبهه مقاومت ملی است. شریف الله از آن می دارد که پس از رویداد صبح شنبه جنگجویان طالبان از آن ناحیه متواری شدند و دوباره به مرکز شهرستان عقب نشینی کردند. شریف الله می افزاید که برادر و پسر عمویش در دفاع از وطنشان جان باختند و طالبان به زودی بهای سنگینی در اعضای خون این دو مبارز خواهند پرداخت. سخنگویان طالبان مانند همیشه در مورد درگیری میان مبارزان جبهه مقاومت ملی و افراد گروه خود سکوت می کنند. اندپندنت فارسی خبر درگیری روز شنبه را همراه با پرسش های با انعام الله سمنگانی از سخنگویان طالبان در میان گذاشت، اما او هیچ پاسخی در پیوند با آن رویداد ارائه نکرد. پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان و مسلط شدن طالبان بر کشور، مبارزان جبهه مقاومت ملی در مناطق کوهستانی پنجشیر و بغلان با هدف نبرد تا ایجاد یک حکومت مشروع در افغانستان سنگر گرفتند. طالبان با اعمال سانسور شدید بر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در افغانستان از نشر هر گونه اخبار مربوط به فعالیت جبهه مقاومت ملی و سایر جریان‌های مبارز در داخل افغانستان جلوگیری می‌کنند. جنگجویان گروه طالبان سومین پسر یک پدر در بغلان را در ولسوالی خوستوفرنگ این ولایت تیرباران کردند. به نقل از آماج نیوز، منابع آماج تایید می کنند که امروز عزیزالله سنگین با پسر کاکایش از سوی طالبان در ولسوالی خوستوفرنگ بغلان تیرباران شده است. عزیزالله ماستر از پونه هند، سومین پسر آجی سنگین است که از سوی جنگجویان گروه طالبان کشته می شود. یادآوری میکنیم که در روزهای پسین جنگجویان گروه طالبان با وجود عفو عمومی دست به یک سلسله کشتار هدفمند نیروهای پیشین حکومت زدند. افغانستان انترنشنال گزارش میدهد وزارت داخله طالبان پس از بازداشت یک خانم که مدعی بود از سوی مدیر جنایی این گروه در حوزه 11 کابل مورد شکنجه و آزار جنسی قرار گرفته، ویدیوی اعتراف اجباری پخش کرد.
در این ویدیو که وزارت داخله طالبان منتشر کرده، دو زن و یک مرد دیده می شوند که بدرفتاری طالبان را رد می کنند. هنوز شرایط بازداشت و چگونگی گرفتن اعتراف روشن نیست، اما این زن که خود را آرزو معرفی می کند می گوید شوهرش او را لطکوب کرده و به تشویق دوستش تصمیم گرفته مدعی شود که کار طالبان بوده است. پیشتر در ویدیویی که روز پنجشنبه 20 عقرب از افغانستان انترنشنل منتشر شد، یک زن مدیر جنایی حوزه 11 شهر کابل را متهم کرد به خانه آنها برای ضبط سلاح رفته و چون او خواهر یک نظامی پیشین بوده است مورد بدرفتاری قرار گرفته و از او تقاضای رابطه جنسی شده است و چون با آن مخالفت کرده مورد خشم طالبان قرار گرفته است و شلاق خورده است. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان روز شنبه در مصاحبه با افغانستان انترنشنل از بازداشت این خانم خبر داد و گفت که این خانم با گرفتن پول از افراد دیگر به طالبان تهمت زده است. در ویدیوی طالبان یک مرد که خود را شوهر آرزو معرفی می کند نیز اعتراف اجباری و ضرب و شتم خانمش را تایید می کند. یک خانم دیگر نیز در این ویدیوی اجباری از انتشار نوار تصویری از طالبان عذرخواهی می کند. صدای یک زن بازجوی طالبان نیز در جریان تحقیقات شنیده می شود. پس از این ادعا شکنجه و آزار جنسی افراد طالبان، سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان گفت آنها آماده‌اند برای بررسی ادعای بدرفتاری دادگاه علنی برگزار کنند، اما تاکنون هیچ دادگاه برگزار نشده و برعکس اعتراف اجباری پخش شده است. راحله دوستم دختر مارشال عبدالرشید دوستم روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: شبه سازی عجیب تکان دهنده است. آنجا دختر و اینجا خانم. آنجا صدای شمالی و اینجا صدای کابلی و آنجا چهره زخمی. اینجا صحتمند و آنجا چشم بینی و عموم چهره و به اینجا کاملا متفاوت. واقعا ملت در بلای بزرگ شیطانی گرفتار شده است. الله رحم نماید. و در پایان تیرباران دو زن از ارتش دولت سابق افغانستان در پکتیا. اخیراً افسران و کارمندان امنیتی حکومت پیشین افغانستان در نامه سرگشاده نوشتند گروه طالبان آنها را ردیابی کرده و به قتل می رساند. العربیه فارسی. منابع محلی در شهر گردیز ولایت پکتیا به رسانه های افغانستان تایید کردند که دو افسر زن از ارتش دولت پیشین افغانستان در این ولایت کشته شدند. با گزارش روزنامه 8 صبح، منابع محلی گفتند که این دو زن شامگاه جمعه 12 نوامبر کشته شدند و اجساد آنان صبح شنبه در ناحیه اول شهر گردیز یافت شده است. به گفته منابع محلی این دو افسر زن نظامی سابق تیرباران شدند. این در حالی است که هفته گذشته در ولایت تخار در شمال افغانستان دو فرمانده ارتش حکومت پیشین این کشور توسط طالبان تیرباران شدند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.